برای چندمین بار متوالی طی ماه‌های اخیر روز شنبه ماموران یگان ویژه پاسداران و لباس شخصی ها بار دیگر به تجمع حدود 70 نفر از مادران عزادار و حامیان آنها در پارک لاله تهران حمله برده و ضمن ضرب و شتم آنان بالغ بر 30 تن از آنان را بازداشت کردند. تجمع موسوم به مادران عزادار و حامیان آنها از آخرین شنبه خرداد ماه سال جاری و پس از جانباختن تعدادی از جوانان در حوادث خونین بعد از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت. در جریان این تجمعات که هر شنبه عصر مقابل میدان مرکزی پارک لاله تهران برگزار می شود، مادرانی که اخیراً و همچنین آنانی که در سالهای گذشته فرزندان خود را از دست دادند و نیز مادرانی که فرزندانشان در بازداشت هستند و همچنین گروهی از فعالان مدنی و حقوق زنان نیز شرکت دارند. آنها خواستار حقیقت یابی در مورد کشته، ناپدید و یا بازداشت شدن فرزندان خود و پاسخگویی مقامات در برابر این موارد هستند. دیدبان حقوق بشر روز شنبه از مقامات ایرانی خواست تا با آنچه آن گروه آزار و اذیت فعالان صلح طلب نامید پایان دهد. این درخواست به دنبال اتهام زنی ها و صدور احکام رسمی علیه اعضای دو گروه فعال در تظاهرات پس از انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز مطرح شد. این گروه مدافع حقوق بشر مستقر در نیویورک خاطر نشان کرد که اعضای انجمن دانشجویان و فارغ التحصیلان لیبرال به محاربه با خدا متهم شدند و افرادی که با کمیته گزارشگران حقوق بشر همکاری می‌کردند بازداشت و به عضویت در یک گروه اپوزیسیون متهم شدند. جو استارک معاون بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفت مقامات ایرانی باید برای تضمین حق ایمنی شهروندانی که از حق تجمع مسالمت آمیز خود استفاده می کنند تلاش کنند. آنها به جای این کار زمینه را برای خشنترین مجازات ها آماده می سازند. دادگاه انقلاب اسلامی روز شنبه 9 شهروند بهائی ساکن شهر مشهد را هر کدام به اتهام تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، تکثیر سیدی، توهین به مقدسات به 5 سال حبس و 10 سال ممنوع الخروجی محکوم کرد و همزمان خبر رسید که 2 تن از شهروندان بهائی همان شهر به 3 سال حبس محکوم شدند. به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر و کمیته بهائیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسامی آن 9 شهروند بهائی عبارتند از داور نبیلزاده، هومن بختاور، جلایر وحدت، روزیتا واسقی، سیما رجبیان، نسرین قدیری، ناهید قدیری، کاویز نوزدهی و سیما اشراقی. طی روزهای گذشته نیز بابک روحی و عزت الله احمدیان 2 بهائی ساکن مشهد هر کدام به 3 سال زندان تعلیقی محکوم شده اند. خانم دیان علایی نماینده جامعه جهانی بهائی در مقر سازمان ملل در ژنو در مورد اتهامات سیاسی علیه بهائیان گفت این اتهامات دروغ آشکار است، زیرا یکی از اصلی ترین مبانی اتحادیه بهائیان باور به عدم خشونت به معنای مطلق کلمه است. وی خاطر نشان کرد بدون تردید اینها جعلیات بیپایه حکومت ایران است تا به جای پذیرفتن مسئولیت خودش در ناآرامی های اخیر دیگران را به عنوان محرکین این اعتراضات معرفی کند.